21 آذر روز نجات آذربایجان است. روزی است که قدرت‌های بزرگ شوروی قصد در آن داشت تا خطه از ایران آذربایجان را جدا کرده و با تحریک مردم و گفتن نام اینکه آذربایجان باید به آذربایجان شوروی ملحق شود و به صورت دموکراتیک اداره گردد مردم را تحریک کرد. در شهریور 1320 نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم به سوی ایران حمله ور شدند، هرچند که ایران اعلام بی‌طرفی نموده بود و اعلام کرده بود که از هیچ کدام از نیروها دفاع نمی کند، اما نیروهای متفق به عنوان کمک به شوروی که در حال سقوط بود به ایران حمله کردند. نیروهای کمونیستی از شمال و نیروهای انگلیس و سربازان هندی از جنوب وارد خاک ایران شدند و مشکلات بسیاری را برای حکومت نوپای متجدد خواه ایران فراهم کردند. حکومت رضا شاه را وادار به سقوط نمودند، رضا شاه را از ایران خارج کردند و به صورت یک پادشاه اشغالی به یک کشور اشغالی پادشاهش را از ایران بیرون کردند و محمد رضا شاه را به عنوان پادشاه ایران بعد از تلاش‌های فراوان فروغی و دیگر دولت مردان ایران به سمت پادشاهی برگزیدند. آنچه که مورد نظر ماست مسئله جنگ جهانی نیست، مسئله فرقه دموکرات و 21 آذر است. نیروهای کمونیست بعد از اتمام جنگ علی‌رغم پیمانی که در تهران داشتند و قراردادی که بایست خاک ایران را ترک می‌کردند، نیروهای انگلیسی و دیگر نیروها ایران را ترک کردند، اما روس‌ها در آذربایجان باقی ماندند. سربازان ارتش سرخ در خیابان‌های آذربایجان رژه می‌رفتند و آنچه را که نبایست می‌کردند در این سرزمین اشغالی انجام می‌دادند. فشارهای دیپلماتیک ایران کشور نوپای ایران به جایی نمی‌رسید. ایران از امریکا و دیگر متفقین تقاضا می‌کرد و فشار می‌آورد که آنچه که شما گفته اید و عنوان این که بعد از مدت زمان معین از ایران خارج می‌شوید، چرا روس‌ها از ایران خارج نمی‌شوند؟ ولی اتفاقی که افتاده بود ورق نوع دیگریش بازی می‌کرد. امروز در شرایطی که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و نیروهای دیگر خاک ایران را ترک کرده بودند، امروز در مقابل شوروی در مقابل یکدیگر به سفارایی مشغول شدند. وقتی که آلمان هیتلری سقوط کرد، حال نوبت یکدیگر بود. روس‌ها از ایران خارج نمی‌شدند. به روایتی گفته می‌شود که امریکایی‌ها حتی روس‌ها را بعد از بمب هیروشیما تهدید کردند که در صورت عدم خروج از ایران بای به زور متوسل خواهند شد. و امریکا که فاتح جنگ ژاپن با بمب هیروشیما بود و بمب اتمی که ساخته بود، روس‌ها را کمی و آقای استالین را به وحشت انداخت و ترجیح داد سربازان روس را از ایران خارج کند. اما در سال 1324 یعنی 4 سال بعد از اشغال ایران، در منطقه آذربایجان حزبی به نام حزب دموکرات که حزبی نوپا و یک شبه بود پا گرفت و به زیر فشار ارتش سرخ در تبریز را اشغال کرد و بعد رضائیه و دیگر شهرها را. آقای پیشوری به عنوان رهبر و رئیس جمهور آذربایجان دموکراتیک شروع به تشکیل دولت و ارتش کرد. آقای پیشوری در همان روزها 300 ژاندارم ایرانی را به جرم خیانت یعنی به جرم وطن پرستی اعدام نمود. و در این شرایط آذربایجان هر روز بدتر و بدتر میشد. کار به جایی کشیده بود که در تبریز در میدان ساعت مردم جمع میشدند و تنها دکه که رادیویی را به داشت و اخبار بی بی سی و اخبار جهان را پخش میکرد گوش فرا میدادند که کی از زیر یوغ حکومت شوروی نجات پیدا خواهند کرد. ایران علی‌رغم همه فشارهایی که می آورد، شوروی حاضر نبود که پیشوری را از ایران خارج کند. و ارتش ایران در این مورد آماده شد و اعلام کرد که اگر تا فلان تاریخ از ایران را آزاد نکنند، به آذربایجان حمله خواهد کرد و آذربایجان را دیگر بار به ایران متوسل خواهد نمود. حمله
ارتش ایران در 21 آذر آغاز شد. احزاب کمونیست و دموکرات ها در قفلانکو در مقابل ارتش ایستادند. پل را خراب کردند، جاده را بستند و از ارتفاعات ارتش را مورد حمله قرار میدادند. ارتش ایران در مورد این حمله در روحیه بسیار بد و شرایط بدی به سر می برد. محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با هواپیما بر به نجات نیروهای ارتش آمد و بر فراز ارتش و نیروهای ایرانی پرواز کرد. این عمل باعث شد که روحیه ارتش قوی شود و علی‌رغم همه مشکلاتی که در قفلانکو اسیر شدن افتاده بودند خود را نجات دادند، به آذربایجان رساندند. اما قبل از اینکه نیروهای ارتش به آذربایجان و تبریز برسند، پیشوری و یارانش فرار کردند و آنچه که اتفاق افتاد آن بود که مردم دست به انتقام جویی زدند. مردمی حکومتی که اعلام میکرد مردم او را دوست دارند و مردمی که مردم در کنارش هستند دیدند که چگونه مورد حمله مردم قرار میگیرند. پیشوری و غلام یحیی دانشیان و دیگر یارانش ایران را ترک کردند، به شوروی رفتند و پناهنده شوروی شدند. هرچند که در روزهای آخر آقای استالین که بعدها که مدارک بعد از فروپاشی شوروی مدارک به دست جهانیان افتاد و مدارکی که منتشر شد نشان داد که چگونه آقای استالین مستقیما حتی در نوشتن اساسنامه حزب دموکرات آذربایجان دخالت مستقیم داشته و چگونه بود که این کشور به ایران چشم طمع داشت و بعدها معلوم شد در این مدارک که فقط مسئله آذربایجان نبود. شوروی ها در پی آن بودند که شهرهای شمالی ایران و استانهای شمالی ایران مانند گیلان و مازندران و خراسان را نیز از آن خود کنند و به صورت حکومتهای مستقل جداگانه ولی در زیر فشار و وابسته به شوروی در بناه خود نگاه دارند. اقدام دلیرانه ارتش شاهنشاهی ایران به فرماندهی محمد رضا شاه و افسران شجاعش باعث شد که آذربایجان، این خطه میهن ما، این خطه‌ای که همواره همیشه پاسدار ایران بوده است، را به ایران بازگردانند. روز نجات آذربایجان را به همه مردم ایران خصوصا آذربایجانی ها تبریک میگویم و به خاطر داشته باشید که ایران، همه ایران از آن همه ایرانیان است. محمد رضا شاه پهلوی در نطقی که در سال 1341 انجام داد در مورد آذربایجان صحبت میکند. با یکدیگر به نطق محمد رضا شاه پهلوی در مورد خطه آذربایجان نگاه میکنیم. اما به خاطر داشته باشید حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی در بیرنگ کردن این قضایا دارد، زیرا که خود به اندازه کافی قادر نیست از منافع ایران دفاع کند. منافعی که محمد رضا شاه حاضر نشد حتی یک لحظه هم به این بیاندیشد که از خاک ایران جدا شود، دریای جنوب و شمال را از دست داده است و دریای خزر را که 50% را داشتیم اکنون کمتر از 5% در اختیار ماست. به نطق محمد رضا شاه پهلوی گوش میکنیم. 19 دی ماه 1341، ملت ایران روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. خداوند قادر متعال را به شهادت می طلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران
با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم. بله بینندگان گرامی، حکومت شاهنشاهی ایران برای ایران ارزش قائل بود، برای ایرانی ارزش قائل بود. بسیاری از کسانی که در این فرقه و یا بعد از آن اعضای حزب کمونیست و از حزب توده ایران به شوروی رفتند، بعد از فروپاشی کتاب‌هایی نوشتند. به این کتاب‌ها مراجعه کنید و خاطرات آنان را بخوانید که بعد از رسیدن به بهشت موعود چگونه در زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری از آنان کار می‌کشیدند، زیرا که شوروی بر آن بود تا خود را بسازد و به دنبال نیروی کار ارزان و مجانی می‌گشت. در ادامه برنامه با ما باشید. Man, ocean, past.
شد